باشما هستیم در ادامه برنامه. هموطنان عزیز، حالا هم مهماندار هستیم. آقای گلرحمان همدرد، نماینده مردم بلخ در پارلمان افغانستان با ما هستند. برای مشکلات ولایت بلخ صحبت خواهد کردیم، به خصوص مشکلات بلخ که حالا هم در کل در سطح افغانستان همه ولایت ها به این مشکل مواجه هستند، ولی بیشتر ولایت بلخ که از دیر زمان هست به این طرف بسیار مشکلات زیادی هم دارن. مردم دست به اعتراضات مختلف زدن و حالا هم میخوایم بپرسیم که اعتراضاتی که داشتن تا حال با کجا رسیده. سلام، خوب هستین؟ ساعت شما خوب؟ خیلی زیاد صبحتان بخیر. سلامت باشید. صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های خوبتان. واقعا هم که ما در استان زمستان قرار داریم، مسئله برق مسئله مهم است، نه تنها که شهروندان یا مردم ولایت بلخ، بلکه در کل افغانستان، خصوصا در پایتخت کابل یک مسئله مهم شده. متاسفانه 20 سال میلیارد ها دلار اینجا سرمایه گذاری شد، ولی هنوز نتونستیم که ما یک برق دوامدار داشته باشیم. خب دلیلش مشخص است، متاسفانه فساد در ادارات، با وجودی که میلیارد ها دلار کمک های جهانی بوده ولی تا هنوز برق نتونستیم بسازیم، یک مشکل جدی است. باز مشکل برق یک مسئله دیگه هم است که شما در جیران هستین، ما برق وارداتی از ازبکستان داریم و این برق از مسیر ولایت بلخ به کابل میاد. در کابل همی قیمت تعرفه کاتگوری است، یا سعودی میگه مثلا از یک کیلووات تا 200 کیلووات یک قیمت است، هر چقدر که مصرف بالا میره قیمت ها هم بالا میره. این به نحوی به نفع مردم غریب است، آنانی که مصرف کم دارن پول کم میپردازن و آنانی که مصرف بالا دارن باز پول بیشتر میدهن. بله. اما در ولایت بلخ متاسفانه قیمت واحد است. شما اگر یک کیلووات مصرف میکنی اما قیمت است، اگر 1000 کیلووات مصرف میکنین، مردم ولایت بلخ شاکی است که این عدالت نیست. چیزی که در کابل است باید در ولایت بلخ هم باشه. خود طبعا در هر جای متاسفانه دستایی هستن که میخواین وضعیت به نفع خود طراحی بکنن. یک 20% کسایی هستن که مصرف برقشان بیشتر است و پروای مردم غریب ندارن، دیگه بنان طوری طراحی کردن که قیمت یکسان باشه. ما چندین بار این مسئله را با ریاست افغانستان برشنا شریک کردیم. شهروندان ولایت بلخ هم تظاهرات داشتن، شاکی هستن، هنوز هم این مسئله را جدی گرفتن و برشنا وعده کردن که یک شرکت است، ما چند تا عضو شریک ما است، وزارت مالی است و چند تا نهاد است، ما با هم یک جای میشینیم و یک فیصله میکنیم که در کل افغانستان قیمت واحد باشه. اما این مشکل است به نظر ما. یک تعداد ولایت هست که بندهای آبی دارن، یک تعداد ولایت هست که برق جانلیتری دارن، یک تعداد ولایت هست که برق وارداتی است. دیگه وعده کردن و 3 هفته قبل که ما امرایشان مجلس داشتیم در کمیسیون مواصلات، رئیس افغانستان برشنا گفت که انشاءالله ما در 1 هفته این مسئله را نهایی میکنیم، ولی تا هنوز نهایی نشده. امی وعده ها بسیار زیاد شده، تانوز برآورده نشده. مردم ولایت بلخ هم باورش نسبت به وعده ها دست داده. بدون شک به گفته شما وقتی آدم زیاد درخواست کنه یک چیز را و اعتراض ها باشه و همین گونه، با شما چقدر این مشکلات در میان گذاشتن ولی هیچ جواب مثبتی نشنیدن این مردم، به همین دلیل بیشتر کوشش کردن که رسانه ای شود تا که مشکلشان حل شود. به نظر شما یا حل شدنی هست؟ آیا قرار هست که پرچوی حداقل کمتر شود یا کم قیمت برق در اینجا مثل کابل کمتر شوه؟ به گفته شما مردم غریبی که اونجا بسیار برق کم استفاده میکنه ولی متاسفانه مجبور از پول گزاف را پرداخت کنه، آیا حل میشه این مشکل یا خیر؟ خب شما میدانید که پارلمان یا نماینده های مردم صدای مردم است. ما مسئولیت مهمی است که مشکلاتی که مردم داره به گوش مسئولین حکومتی برسانیم و ایره در دالزهای حکومت تعقیب بکنیم. ما تقریبا بیشتر از 3 ماه میشه این مسئله برق تعقیب کرده رئیستیم ولی متاسفانه نتیجه نداده. اما موکلین امام برای ما تانه میته و میگه چطور که مسئله برق تا کجا رساندی، در حالی که ما کدام قوی اجرایی نداریم. ما فقط مسئولیت امامی است که موضوع یا مشکلات مردم به وجه احسن به مسئولین برسانیم و این کار کردیم، بازم میکنیم. حتی ما در تظاهرات مردمی هم شرکت کردیم ولی بالاخره باید نتیجه بده. چیزی که بسیار مهم است، حاکمیت از آن مردم است. مردم هم قدرت بالایی داره ولی متاسفانه از این قدرت مردم به وجه احسن خود تا هنوز استفاده نکرده. مردم در مجموع باید فشار بیاره بر نهادهایی که چی مسئله برق باشه، چی مسئله امنیتی باشه، چی مسئله دیگه باشه، باید مسئولین ما پاسخگو باشه. مردم ما باید بفهمه که
وزیر ما، وکیل ما، حتی رئیس جمهور ما در چای صبح چی میخوره و چی میکنه. اگر کنترل نکنه، نظارت نکنه، باز اداره در او اداره فساد هم میباشه و اداره به دیکتاتوری هم تبدیل میشه. خب متاسفانه در کشور جنگ است و مردم نمیتونه از حقوق خود به وجه احسن استفاده بکنه. اگر نه در نظام های باز مردم حق داره که تظاهرات بکنه و ادارات میترسم، حتی رئیس جمهور از مردم تشویش داره که اگر روز مظاهره نکنم. اگر ما از جمعیت مردم بگوییم، مردم بلخ در کل خیمه های تحصیل هم برپا کرده بودند و تا دروازه شرکت برشنا هم در ولایت بلخ بسته کردند به خاطر بهای بلند برق در ولایت بلخ و از هر گونه اعتراضی که بود اونها دست بردار نشدند و انجام دادند. بالاخره باید چگونه قدرت باشد تا بتونه که حاکم باشه بالای این موضوع تا اینکه بهای برق در ولایت بلخ پایین بیاید؟ خب مشکلی است که مسئولین وعده میدهد، هر دفعه که تظاهرات میشه یا مو گروه دادخواهی که امرایشان میبینه میگه برای ما یک هفته وقت بده. یک هفته شان نیست که پر است، ولی بحث مایی است. روز ما امرای رئیس که دیدیم گفتیم که حوصله از خود حد داره و مردم شاکی هستن. اگر شما به این مسئله رسیدگی نکنین، مردم مجبور هستن که باز موبیل برق خود نپردازن، یک نوه حرکت باشه. و وعده کردن که ما این کار میکنیم، ولی ما تعقیب میکنیم. ما آرام نشدیم که یک دفعه صدای خود بلند کنیم و باز تقریبا در دو هفته سه هفته یک دفعه در پارلمان صدا رو بلند میکنیم. ولی بحث آخری ما است، اگر نشد باز دوباره میریم و مردم مراجعه میکنیم، در کنار مردم استاد میشیم، تظاهرات میکنیم، خیمه میزنیم تا اینکه به خواسته های برحق شهروندان ولایت بلخ رسیدگی شود. بله، ما هم امیدوار هستیم مسئله حل شود. واقعا که برای مردم غریب بسیار سخت است. از امنیت بلخ بر ما بگوین که مردم راضی هستن یا نیستن، چرا که بعضی ولایت ما در یه اواخر متاسفانه ناامن بود و مردم ما در حراس بود از زندگی کردن. کوتاه اگر در این باره عرض کنید. متاسفانه ناامنی نه تنها در ولایت بلخ، در کل افغانستان بیشتر شده، در کابل هم زیاد شده، خصوصا در ولایت بلخ کمی کوچه ها و داخل شهر به مرکز وحشت و ترس مبدل شده بود. خیلی از مردم میگه بعد از هفته شب همه گی اسلحه میگردن. حتی خواهرای ما، برادرای ما در شهر که میگشتن دسکابلشان، موبایلشان دزدی میکردن. باز ما همراه مسئولین صحبت کردیم، وزیر صاحب داخل خودشان به ولایت بلخ رفتن، یک سر تغییرات آوردن، والی سر بنا معرفی شد، قبندان امنیت، عامر امنیت، مدیر جنایی، تعدادی از عامرین حوزه تبدیل شد. هنوز وضعیت خوب نشده به اون شکل که مردم توقع داره، ولی ما منتظر هستیم که والی سر جدید، قبندان سر امنی جدید بتونه به مسئولیت های خود درست رسیدگی بکنن و خصوصا در داخل شهر امین امنیتی که هست، که خب مخالفین است در اطراف از بحث جداست، ولی در سطح شهر گروه های افراد مسلح غیر مسئول هستند که باجگیری میکنن و او مشخص و معلوم است. دمی روزا معاونت اول مقام ریاست جمهوری یک پلان امنیتی برای ولایت بلخ ساخته که او پلان ما مطالعه کردم، بهترین پلان است در روی ورق. اگر ای تطبیق شد و ولایت بلخ، ما مطمئن هستم که وضع امنیتی خوب بشه. انشالله بخیر. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر کامدین به برنامه. روز خوب خوش برتان. سلامت باشین. تشکر شما. مشکلات از تمام افغانستان برچیده شد، مخصوصا مزار شریف و بلخ. خیلی خوش آمدین. تشکر. سلامت باشین. بله عزیزا، به پایان امروز رسیدیم. انشالله که روزتان خوش و سرحال و لبخند بر لبتان باقی بمانه. تا فردا شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا نگهدار. شب و روز خوش داشته باشین. خداحافظ.